متوجه شدیم که قالب وردپرس چیه حالا میخوایم قالب وردپرس رو نصب کنیم رو سایتمون به راه ها و روش های مختلف سلام خوش به جلسه بعد دوره رایگان آموزش وردپرس تو این جلسه میخوام بهتون بگم وردپرس رو خب داریم میخوایم قالب روش نصب کنیم چطور قالب رو نصب کنیم از طرف دیگه اگه موقع نصب قالب با خطایی مواجه شدیم چطور میتونیم مشکل رو حل بکنیم به یه روش دیگه بریم سراغ نصب قالب وردپرس بسیار علی وارد پنل مدیریت وردپرس همون میشیم قسمت نمایش پوسته اینجا بهتون تو جلسه قبلی یه خیلی کوچیک و ریز گفتم که افزودن و اگه بزنید کلی قالب رایگان از مخزن وردپرس میتونید نصب بکنید که قالب همه رایگان بودن رو نصب کلیک میکنیم صبر میکنیم تا دانلود بشه اگه سایتمون مشکل ارتباط با سایت وردپرس رو داشته باشه طبیعتا دانلود نمیشه باید چند بار هی تلاش کنیم تا بالاخره بتونیم دانلودش کنیم و نصب بکنیم خب یا اینکه بریم از سایت wordpress.org قسمت دانلود قسمت تمز اینجا اسم قالب رو سرچ کنیم مثلا هیومن رو سرچ بکنیم اینجا پیداش کنیم و نصب بکنیم اگه اسمش رو درست گفت زده باشم خب سرچش میکنیم عکساشون بالا نمیاد به خاطر اینکه سایت عکساش تو ایران فیلتر متاسفانه خب قالب هیومن رو سرچ میکنیم بازش میکنیم دانلود رو میزنیم فایل زیپش رو بهمون میده حالا بهتون میگم فایل زیپ هم چطور نصب بکنیم خب از همینجا مستقیم نصب شد فعال نمایید رو میزنیم طبیعتا دیزاین سایتمون با نصب هر قالب فرق میکنه امکانات هر قالب متفاوت الان ببینید دیزاین سایت خیلی خیلی به نظر من که بهتر شد به نسبت دیزاین قالب های قبلی که نصب بودن هر قالبی هم که نمیخوایم جزئیات پوستر رو میزنیم حذف و میزنیم و حصفش میکنیم به حالا کاری که ما باید انجام بدیم چیه قالب رایگان وردپرس رو که گفتیم اصلا نمیخوایم استفاده کنیم چون امکانات خاصی نداره رفتیم از تم فارست یا مثلا از سایت میهم وردپرس یه قالب خریدیم مثلا من از میهم وردپرس قالب اقورا رو خریدم یه فایل زیپ بهم میده اون سایتی که قالب ازش میخرم یه فایل اینجوری یه همچین فایلی معمولا 8 مگابایت 10 مگابایت 20 مگابایت حجمشه اینو بهمون میده این فایل فایل نصبی قالبه یعنی فایل زیپیه که توش مستقیما کدای قالبه مونه بعضی موقع نه یه فایلی که توش باز میکنی کلی فایل دیگه است آموزش فایل مستندات فایل نصب کننده آسان هزار تا چیزه یه فایل زیپه که فایل تکیه نصب قالبه بهش میگن فایل تکیه نصب قالب اون رو باید دانلود کنید یا اگه تو پوشه هست اونو رو نصب کنید خب تو سایت میهم وردپرس وقتی دانلود میزنی مستقیم فایل تکیه قالب رو میده که نصبش راحت باشه براتون افزودن رو میزنیم دوباره اینجا به جای که از اینجا قالب انتخاب بکنیم بارگذاری پوستر رو میزنیم از منو چوز فایل از گزینه چوز فایل فایل قالب رو انتخاب میکنیم نصب رو میزنیم سه تا حالت بیشتر نداره یا نصب میشه میگه نصب شد فعالش کن یا ارور میده میگه که مثلا حجم پرونده بالاست نمیتونی آپلود کنی که حالا به تو میگم چطور حلش بکنیم یا اینکه میگه فایلی که نصب کردی یه قالب وردپرسی نیست مثلا فایل style.css را ندارد یا همچین چیزی اون تو اون حالت حالت سوم شما فایل اشتباهی رو آپلود کردی بعد بری فایل نصبی رو از اون سازنده بگیری یا از اون کسی که در اختیارت قرار داده اگر که شما خطایی مواجه شدین مثلا گفتش که پرونده بارگذاری شده بزرگتر از فلان است یا خطای تایم اوت داد یا هر ارور دیگه ای داد یا آپلود تکمیل نشد هر ارور دیگه ای داد حالا بهتون میگم به یه روش دیگه چطور قالب رو سایتتون نصب بکنید تو ادامه بهتون میگم فعلا بریم سراغ همین روش نصب که اصولی ترین و استاندارد ترین روش نصب قالب وردپرس ببینیم چطور میتونیم نصبش بکنیم سعی میکنم تو آموزش های جاهایی یه سری نکات که باعث میشه اگه به خطایی مواجه شدین بتونین حلش کنید رو هم بهتون بگم یعنی یه جور دیباگ هم بتونین رو سایتتون انجام بدید. حالا فعلا منتظر بمونیم تا این فایل آپلود بشه رو سایتمون رو فعالش بکنیم خب ببینید الان به اون خطا داد گفت چی پیوندی که شما دنبال می کردید منقضی شده است حالا چطور باید اینو نصب کنیم اگه اینجا فرآیند نصب تکمیل شده بود که عالی بود یه گزینه می اومد فعال کردن فعال کردن رو می‌زدیم ولی الان که به ارور خورد چی یه چند بار دیگه تست می‌کنیم همین روش یعنی بک می‌زنیم بارگذاری پست فایل انتخاب می‌کنیم نصب رو می‌زنیم یه روش دیگه که هست اینه که قالب رو از طریق هاستمون نصب کنیم. چطوری اولین کاری که انجام میدین وارد اون پنل مدیریت هاستتون میشید حالا سی پنل یا دایرکت ادمین فرقی نمیکنه. دیدیم که محیط ها فرق داشت ولی کلا وقتی وارد فایل منیجر میشدی باید یه کار انجام میدادی مثلا وقتی میرفتی از این منو تو فایل منیجر بعد وارد پوشه پابلیک اچ میشی هم توی دایرکت ادمین هم تو سی پنل فرقی نمیکنه. باید پوشه wp پی کانتنت رو باز کنیم تو پابلیک اچ تو فایل منیجر پابلیک اچ تی پوشه دبلیو یه پوشه داره به نام تمز اینو بعد باز کنیم اینجا هر پوشه مرتبط با یه قالبه کافیه اینجا آپلود فایل رو بزنیم همون فایل زیپی که تو وردپرس داشتیم نصب کردیم و انتخاب کنیم آپلود تو سی پنل هم همینه دقیقا یعنی فرق خاصی نمیکنه فقط تنها فرقی که داره اینه که محیط فایل منیجر یکم متفاوته که خب تو جلسه نصب قالب وردپرس نصب خود وردپرس رو سی پنل بهتون توضیح دادم چطور وارد فایل منیجرش میشین خب آپلود رو میزنیم تو سی پنل هم هیچ فرقی نمیکنه و شروع میکنه آپلود کردن فایل روی وردپرس آپلود که تموم شد همونجوری که وردپرس رو آنزیپ کردیم اینم راست کلیک میکنیم اکسترکت رو میزنیم از حالت زیپ خارج میشه اکسترکت پوشش میاد اینجا حالا میتونیم فایل زیپ هم دانلود پاک کنیم که دیگه کسی نتونه بیاد از روی سایتمون برش داره ریموف، راست کلیک ریموف، فایل زیپ یه پوشه داریم که توش کلی فایل حواستون باشه حتما باید فایل تکی باشه اگه نباشه الان تو مرحله بعدی به ارور می‌خوریم برمیگردم تو پنل مدیریت وردپرس هم میرم قسمت نمایش پوسته اینجا یه قالب جدید اضافه شده به نام اهورا چرا چون ما آپلودش کردیم توی فایل منیجر هاستمون پوشه wp-contents، کانتنت پوشه تمز حالا اینجا فعال نمایید رو میزنم قالب اگر مشکلی نداشته باشه فعال میشه اگر مشکل داشت و ارور داشت که دیگه به پشتیبان قالب بگین که مشکل رو براتون حل بکنه هر قالبی بعد از نصب شدن یه کاری انجام میده یه قالب پیغام میده یه قالب شما رو میبره تو نصب کننده یه قالبی میبره شما رو تو یه صفحه ای که اصلا نمیدونی چی کار باید بکنی هر قالب یه سری شرایط داره بعد نصبش که باید اون رو طی بکنی مثلا تو قالب اهورا ما اومدیم یه نصب کننده جادویی گذاشتیم که شما شروع کنیم رو که اینجا میزنید اتوماتیک هر کاری که لازم داشته باشی روی سایتت رو برات انجام میده مرحله به مرحله بهت راهنمایی میده چطور غالب رو نصب کنی راه اندازیش کنی مثلا تو این مرحله ساخت چایلد تم شما میتونی انتخاب کنی که چایلد تم ساخته بشه نه تم چیه یه فایلیه که در کنار قالبت اگه بخوای میتونی بسازی اگه خواستی کدای سایتت رو ادیت بکنی تغییر بدی با چایلد میتونی میتونی کار انجام بدی معمولا رو نصب نکنید کلیک میکنی یه لایسنس میخواد ازت که مطمئن بشه شما این قالب و از سایت میهم وردپرس خریدی تو پنل کاربری قسمت لایسنس ها لایسنس رو کپی میکنم میارم اینجا پیستش میکنم فعال سازی چک میکنه کد لایسنس درسته یا نه اگه درست بود با موفقیت فعال میشه میره مرحله بعدی میگه نصب افزونه چند تا افزونه لازم داره این قالب برای اجرا رو سایتت که باید نصب بشه حالا تو مرحله توی جلسه بعدی بهتون میگم مثلا افزونای وردپرس چی ان چی کار میکنن همینا رو بهتون توضیح میدم حالا یا جلسه بعد یا چند تا جلسه بعد میگیم نصب کن افزونهایی که لازم داری رو نصب کن شروع میکنه نصب کردن یه توضیح کوتاه در مورد افزونه بدم که تو ذهنتون بمونه بعد بریم توی یه جلسه کامل مفید بریم سراغ پلاگینا افزونه یه سری فایل فایل زیپه نصب میشه رو قالبت ببخشید رو وردپرس در کنار قالب که شما میتونی امکانات بی نهایتی اضافه کنی رو سایتت مثلا میتونی یه پلاگین نصب کنی رو سایتت پلاگین یا افزونه یا ماژول فرق نمیکنه نصب کنی رو سایتت سایتت رو تبدیل کنی به یه فروشگاه اینترنتی که قابلیت مدیریت سفارش کد تخفیف حمل و نقل درگاه پرداخت اضافه کردن محصول دستبندی محصول همه اینا رو داشته باشه که تو جلسه بعدی با هم دیگه انجامش میدیم یا مثلا یه پلاگین نصب میکنی رو سایتت بدون اینکه نیاز باشه یه خط کد رو سایتت بنویسی تمام صفحات سایت تو میتونی خیلی راحت هر متنی میخوای هر عکسی میخوای هر رنگ و لعابی میخوای هر پس ای میخوای بسازی براش یا مثلا یه افزونه نصب میکنی سایت تو تو گوگل بهتر روش میده یه افزونه نصب میکنی امنیت سایت تو میبره بالا یه افزونه نصب میکنی هر چی که فکرشو بکنی یعنی چی بگم مثلا چی کار میخوای با سایتت بکنی مدیریت انبار چت با کاربر پشتیبانی کاربر که بیا تیکت پشتیبانی بفرسته خیلی قابلیت ها میتونی با افزونه اضافه کنی رو سایتت که تو یه جلسه کامل میریم سراغش رو در موردش توضیح میدم بهتون حالا سب میکنیم تا این افزونه هایی که مورد نیاز هستن رو سایتمون نصب بشن بعد از اینکه نصب شدن رو سایتمون میریم سراغ این که مراحل ادامه نصب انجام بدیم تا اینجا کار ما افسونا رو نصب کردیم الان میگه چی میگه نصب سه سوته دمو رو داریم یادتونه گفتم موقعی که قالب اورا رو میخوای بخری یه پیشنمایش داره کلی سایت داره که هر کدوم رو بخوای میتونی نصب کنی رو سایتت به عنوان طراحی سایتت تو این مرحله هر کدوم از این گزینه ها از این از این منو این منو تنظیم پیشرفته رو کارش نداشته باشی این منو هر کدوم از این سایت رو که بخواین میتونید انتخاب کنین و نصب کنین طبیعتا از قبل یکی رو انتخاب کردین موقع خرید قالب مثلا من اینجا دموی کلاسیک رو انتخاب می‌کنم که یه فروشگاهه از طرف دیگه خب هم فروشگاهیه هم میشه بهتون چیزهای بیشتری رو در مورد یه وبسایت یاد داد یه وبسایت فول دیگه یعنی شما اینو یاد بگیرین هم میتونین سایت شرکتی بسازین هم فروشگاهی هم شخصی همه چی در اون ریزی رو میزنم شروع میکنه به نصب کردن این دمو روی سایت من خب بعد از اینکه این به صد درصد رسید دیگه سایتتون رو اگر شما رفرش بکنید دقیقا یه چیزی عین اون دمایی که انتخاب کرده بودین رو سایتتون پیاده میشه الان من رفرش میکنم ببینید چه سایت کاملی شد چه سایت قدرتمندی شد این سایت بعد از اینکه من این قالب و این دمو رو روش نصب کردم به همین راحتی با چند تا کلیک اگه یه قالب حرفه‌ای وردپرس داشته باشین میتونین سایت خودتون رو طراحی بکنید البته هنوز سایت ما طراحی نشده فعلا فقط ساخته شده بعد یاد بگیریم چطور ادیتش بکنیم چطور باهاش کار بکنیم از این جلسه به بعد میریم سراغ ادیت کردن سایتمون چطوری سایتمون رو ویرایش بکنیم چطوری صفحاتش رو تغییر بدیم به هر شکلی که می‌خوایم عکس دوش بذاریم محصول بذاریم همه اینا رو تو جلسه های بعدی بهتون کامل توضیح میدم بهتون یاد میدم چطور سایتتون رو مدیریت بکنید تا اینجا سایت ما راه اندازی شد دیزاینش هم به میشه گفت انجام شده میریم سراغ اینکه چطور مدیریتش بکنیم